خواهش میکنم تشریف بیارید جلو. پیام داده این وظیفه هنرمندان، نویسندگان و شعرهای ماست که این جنایت ها را ثبت کنن با سروده هاشون، با نوشته هاشون که در تاریخ بماند. حکومتی به نام دین چه بلایی بر سر مردم کشورش آورد. کشور ما در طول سالهای سال در تاریخ پرفراز و نشیبش همواره مورد هجوم و تاخت و تاز بیگانگان بوده، ولی هیچگاه در طول تاریخ حکومتی به این سیاهی رو بر خودش ندیده و تجربه نکرده. و خوشا به سعادت نسل‌های آینده که یک بار برای همیشه در اون سرزمین بلازده دین از دولت جدا خواهد شد و حکومت آینده ایران حکومتی آزاد و سکولار خواهد بود. اینو مطمئن باشید. زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی، به امید پیروزی مردم ایران. اسم این شعر است سجاده فرش عنف و تجاوز. چقدر زیبا سرود این بانوی آزاده در خود ایران، در قلب ایران. درود بر شجاعت چنین بانوانی. سجاده فرش عنف و تجاوز، ای دایان شرع خدا را بر قتل عام دین و مروت دست که بسته چشم شما را. الله اکبر است که هر شب همراه جان آمده بلب آتش بشان به بال شیاطین کرده دست پاره پاره فضا را. از شر غیر نام نمانده است، از عرف جز حرام نمانده است. بر مدعا گواه گرفتم جسم ترانه و قلب ندا رو. میدونی ترانه رو سوزوندن، جسد جزغاله شدهش رو به مادرش تحویل دادن. زمانی که ندا تو خیابون افتاد، قبل از اون از هر کدوم از ما میپرسیدن از کجا آمدی، شرم داشتیم بگیم از ایران اومدم. خود من یکی از کسانی بودم با این همه ادعایی که میکنم برای این، میگفتم آیم پرژن، چون نام ایران رو اینا چنان سیاه کرده بودند. در واقع آدم خجالت میکشید به خارجی بگه، میگفت پرژه که طرف بزد بکنه منظورش کجا هست. ولی این جوان ها کاری کردن به تکنیک، به حرمت تکنیک و تمام چیزهایی که دنیا دیدن، که از اون روز به بعد من و تو سرمون رو بالا میگیریم. این جوان ها با جون خودشون اون حیثیت برباد رفته ما رو به ما برگردوندن. ما به اینا خیلی مدیونیم. کار مهمی نکردیم اگه دو ساعت میان وقتمون رو میذاریم اینجا که به اونها بگیم ما باهاشون هستیم. من با افتخار فریاد میزنم از این پس هر کی به برسه میگم من ایرانیم. بلند بگید من ایرانیم. من ایرانیم. من ایرانیم. برای آزادی و آبادی ایران جان فدا میکنم. اینا شعار نیست، اینا حرف دله. میگه کوچار ساز سهراب ها به خاک قنودن آرام آنچنان که نبودن. کوچار ساز نفرت و نفرین تحمیله های سوگوارو. چه اسمی داشته مادر سهراب؟ زین پس کدام جامعه بپوشن؟ بر کدام خیر بکوشن؟ آنان که عین فاجعه دیدن فخر امام و عرج عوارو. ای لعنت بر شما، مرگ بر حکومت آخوندی. مرگ بر حکومت آخوندی. از تای دل بگین مرگ بر حکومت آخوندی. مرگ بر حکومت آخوندی. مرگ بر حکومت آخوندی. سجاده و تار و پود گسسته است، دیوی بران به جب نشسته است. چه زیبا تشبیه کرده این بانوی شعر ایران. گو سیل سخت آید و شوید سجاده و نماز ریا را. و این سیل میاد، هرچی هم جلوشو سیل بند بزنن این سیل را افتاده. باور کنید را افتاده، خاموش نیست. اونا همه چی دارن، این ما هستی که باید اجازه ندیم این شور حال بیفته. زنده باد آزادی. زنده باد آزادی. زنده باد آزادی. مرد مرد جمهوری اسلامی.
من در این برنامه سعی کردم هنرمندان رو به قشری هستن که در واقع متاثر هستن اینجا درگیر کنم که برنامه‌مون حال هوای دیگه ای داشته باشه. از یکی از هنرمندان خوش صدا علی دعوت کردم، بار داشت کارش رو بر کرد اومد، خواهش میکنم تشویقش کنید، دو تا ترانه براتون میخونه، ترانه های معروفی از شما هم باهاش همخوانی کنید، راجع به ایرانه، راجع به بهاره، راجع به بهار آزادی ایران. امیدوارم که امسال این زمستان زمستان آخر کشورمون در ایران باشه. آمین. سلام عرض میکنم به تمام ایرانی عزیز، خوش آوردین. زمستون چه گفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، کوها لاله زارن دارم، تو کوها دلم گل 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 آفتابو میکارم، تو کوها دلم گل 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 آفتابو میکارم، توی کوهستون دشت میداره جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره، دلش دشمه ی نور شدش چشمه ی شور، دلش جنگل و یادش آهوی جنگل تو، صداش چشمه و یادش آهوی جنگل تو، کوها لاله زارم لاله ها بیدارم، تو کوها دارم ستاره داره.